فرمایشی داشتی؟ من بهمنم، برای تعمیر دستگاه ها اومدم. آه بله، اجازه بفرمایید. ببخشین آقای بهمن خان، برای تعمیر دستگاه ها اومدم. چند دقیقه صبر کنن. چشم خانم. ببخشین خانم، آقای بهمن خان میخوام برم. یعنی چه؟ 3 ساعت دیر اومده، حالا هم که اومده میخواد بره؟ خیلی خوب، بگین بیا تو. چشم. با اجازه. ببخشید. سلام. کجا رو باید تعمیر کنم خانم؟ تلفن‌های این میز و تلفن‌های اون گوشه. از اینجا شروع میکنیم. چیزی میخورین براتون بیارم؟ نه خانم، من موقع کار چیزی نمیخورم. راستی؟ بعد از کار چی؟ اون وقتم باید برم. کجا؟ دستگاه های دیگه هم هست که باید تعمیر بشه. مثلا چی؟ مثلا تلویزیون منزلم خرابه، باید درست بشه. اون باشه برای بعد. نه ممکن نیست، چون گیر آوردن شما واقعا مشکله. کارتون زیاده و منم از بی تلویزیونی حوصله‌ام سر میره. آخه حالا که وقت نهار خانم. خب نهار رو با هم میخوریم. خیلی خوب، بخوریم. به راننده بگو ماشین رو حاضر کنه. بفرمی خانم. نگاه میکنم باره دیگه. غذا حاضر بشه چیزی میل داری بخوری؟ نه، من اول باید کارمو تموم کنم بعد چیز بخورم. کارات باشه واسه بعد از نهار. خیلی خوب. عکس قشنگیه نه؟ ای این عکس کیه؟ عکس دختر شوهرم فتان است. چی کار میکنه؟ دانشگاه اصفهان درس میخونه. خوشگله. جم بابا چی پختم قضاییم. بفرمین خانم جان، نهر حاجره. سندلیش جا به جا کنه. خیش برو کمی احمد داره شید. قضا براتون بکشه؟ نه، پس اجازه بدین ابزرش بریشم. بشه جنابالی. اونو منو خودم بیرسم. ملاحظه تو زیاد داری سردید میکنه جوانک. بایجرد میخواستم بدونم آدرس من از کجا گیره بردین. راستشو بخوای، چون پدرت با شوهر مرحومم دوست بود، روی این اصل میدونستم که پسرش تعمیرکار خوبیه. تلفنتو گیر آوردم. که اینطور من دیگه برای شما کار نمی کنم. ابا چرا؟ برای این که توصیه پدرم تو کاره. نه ابدا ابدا، باور کن اینطور نیست. اون فقط آدرس تو به من داد. راستی یه چیزی میخواستم بپرسم، چطور شد که با پدرت به هم زدی؟ کاری با هم نداریم. از وقتی که پدرم زن دیگه گرفت، مادرم از قصه دق کرد و مرد. منم از اون وقت خونه پدری رو بوسیدم و گذاشتمش کنار. حالا دیگه با هم دیگه کاری نداریم. خوشحالم که رو پای خودم وایسادم. به به چه نهاری خواهم خور. نوش جانم نوش. خود کرم سر سرویس نونه تش بسیار خوب میوه. به چه میوهای تازه. به به خب دیگه چی؟ آب یخ. نه دشمال کاغذی. بله لاشنه. حالا آب یخ. بله شیر. خب نمک و فلفل. خب کلوم نمک و فلفل.
این فلفل بود. سر من نخوردم. فلفل دستی بینی که داشته تو. شدم. بود خب احتیاط کن. تو دیگه هل نزن مثل اون بشکه. سر فرشت. عذاب. چی آماده شد؟ چی آماده شد؟ قشق چنگا محمود. به درد بشکه میخوره. درش سنگن گرد بسیار اماده برای خوردن سنگ بای دیتکتر جان شکم باز این قامش قضای من خورد ریف گاف آخه به تو هم میگن آدم همه شکم 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 کار که نمی کنی کمک هم که نمی کنی تو کار خونم دخالت میکنی آخه به تو چی بگم بشکه یه فاجلاب چه بعدی به شکم خودم داده بودم گفتت بشه ایشالله چای میخوری یا قهوه؟ چای بهتره الان میگم بیاره جایی؟ نه الان میل ندارم مثل این که خانم جان صداتون میکنه کجاست؟ بگردین همینجا پیداش میکنی آره جانم ممکنه یه دقیقه بیای اینجا؟ کجا؟ بیا تو بیا تو چرا ماتت برده؟ نمیخوای کمکم کنی این زیپو باز کنی گیر کرده بیا دیگه کسی مزاحمت نمیشه چرا خشکت زده نمیتونم عیبی نداره چیزی نیست ناراحت نشو کار مهمی انجام ندادی ببینم اگه تو دوست زن نداری نکنه از من خجالت میکشی یا شایدم میترسی من خجالت میکشم و نمیترسم چرا هرچی تلفن کردم جواب ندادی؟ گرفتار بودم کارم زیاده وقت سرخاروندن ندارم اینجا چقدر شلوغه روزای تعطیلم کار میکنی؟ خب باید نون در آورد و زندگی کرد راستی؟ چطور شده از این طرف ها؟ مگه یادت رفته قرار بود با هم بریم بگردیم بگردیم؟ کجا؟ تو بیا اونش با من آخه من کار دارم نمیتونم کارت باشه برای بعد زود بر میگردیم کجا بریم؟ هر جا که من دلم بخواد باشه؟ باشه بریم از اینجا خوشت میاد؟ ای بد نیست مال کیه؟ مال من مال تو؟ تو خونه به این بزرگی و به این قشنگی داری؟ اون وقت رفتی جای دیگه زندگی میکنی؟ آها وقتی که شوهرم زنده بود اینجا زندگی میکردی حالا دیگه برام کهنه شده ببینم دلت میخواد شنو کنی؟ تو این سرما؟ تو این یخا؟ آره دیمونو یخ میبندم بعد بیا من گرمت میکنم خاک خور شده صاحب کن اومدم الان میگیرم
کجا؟ کارا مونده. چه عجله ای داری؟ مشتریام صداشون در میاد، نمیشه. بی خود. مگه اینجا بهت خوش نمیگذره؟ چرا؟ حالا ما دو روزه که اینجا این؟ حالا نمیشه نری؟ نه. خب من دیگه میرم. امشب میبینم. نه فکر نمی کنم. دلت میخواد بیای تو؟ نه میرم. فقط یه فنجون چایی مهمونت میکنم. نمیشه، باشه برای بعد. خواهش کردم. فقط چایی ها. باشه. فتونه کی اومدی دختر؟ امروز صبح. چرا منو خبر نکردی؟ خواستم غافلگیرت کنم. داشت یادم میرفت، آقای مهندس از دوستان تازه منن، دخترم فتونه. خوشبختم. سلام مهندس، که چه عرض کنم؟ بفرمین جوجه مهندس. فتونه جون، تو من لباسم عوض کنم، از بهمن پذیرایی کن. چشم آقا، بفرمایید. از عکست خیلی خوشگل‌تری. متشکرم، اما برخورد شما همیشه اینطور بی‌ادبانه است. تقریبا. متاسفم که باید برم. به این سودی؟ چه بد. آه، شما دوتا خوب گرم گرفتین. ایفا ماما، شما چرا؟ خجالتمون دادید. باشید. خب دختر، چطور شد یاد ما کردی؟ هیچی ماما، یه چند روزی مونده به امتحاناتم، اومدم سری بزنم. صحیح، ولی فکر نمی کنی اگر میموندی و به درسات میرسیدی بهتر بود؟ تفریحم لازم داره. میگم چطور امشب همگی بریم خوش گذرم؟ عالیه ماما، خیلی خوبه. نه من نمیتونم، خستم. خواهش میکنم ماما. نه نه، شما دوتا با هم بریم. کجا میخواییم بریم؟ سینما، یه فیلم جنگی. خوبه، اما به یه شرط. چه شرطی؟ به شرطی که زود برگردیم. میگم محمودم باهاتون بیاد.
دست دست اوه خانم شما دوتاره سپرده دست شما چهرفه چه چیزا ده اوه عجب توی برداشتم ایزد شد چه زمه ای چه دفا شاید چه گوش کن چه گوش کن چه پیکلی دارم من رفت کجا؟ خب من به خونه نه نمیشه چرا؟ برای اینکه مامان من رو دست تو سپرده باید بهش پس بدی بله باید پس بدی حالا که دیر وقته ممکنه خوابیده باشی بیا چه بهتر آجان دختر شیطونی ها بسه بابا جون خیلی چی کنید مهمونی بازی تموم شد خانم جونم بفهمه پشتونو بیکن قور نزن الانه میری خودت قور نزن موقعی رفتن داره پیش کن خیلی خب چشم درم پیش میکنه حالا شد یه حرف جوجه جون قربه نشومه قربه نشومه قربه نشومه خیلی خوشحالم از اینکه با تو آشنا شدم منم خیلی خوشحالم یواش سر حرف بزن ممکنه مامانت بیدار بشه بیدار شی بذار بدونی که من چقدر خوشحالم منم همینطور خب من دیگه میرم او نه 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 میتونی بری هنوز رسیده منو نگرفتی بلش کن خودم رسیده تو میگیرم اقلا منو تو دمی در اتاقم برسون خواهش میکنم خیلی خوب باش کردین. مگه نگفته بودم زود برگردین کدوم سینما تا این موقع شب فیلم نشون میده سینمای دل من بی خود تو باید یه چیزی رو بدونی فتانه هنوز بچه است این شبگردی ها براش خیلی زوده خب میگی که چی؟ که این که دست از سر اون ورداری و بی خودم به خودت وعده ندی تا من نخوام هیچ زنی حق نداره تو رو تصاحب کنه فهمیدی؟ ببینم مایی تو من خریدی؟ چه بخرم چه نخرم همین که گفتم یواشتر یواشتر خیلی داری تون میری اون زن دیگه ای نیست دخترته فرق نمی کنه هر کی میخواد باشه تو به من تعلق داری جون من دوست دارم بهمن دوست دارم بلم کن بسته بلم من همه چیزو بهش میگم چیزی بهش نمیگه چی میگفت؟ هیچی تو هنوز نخوابیدی؟ الان میرم میخوابم خدافظ بیشور صبح خیر خواهش میکنم صبح بخیر خواهش میکنم خب محمود نیستی جان بگو ببینم دیشب چه خبر بود چی بگم دیشب خانم بنده شرمنده شدم آقای مهندس بهمن خان به اتفاق دخترتون بنده رو بردن در یک سینمای برجسته سکسی و رنگی و جنگی و لختی و خانم اینجوری کش و قوس میداد یک تشکیلاتی بود خواهش میکنم خانم جای شما بسیار بسیار خالی بود بغل دست بنده باور کنید عرض کنم که اون خانم اینجور ده خب بعد چی شد؟ من جواب میدم من جواب بدم بعده عرض کنم بعدم با هم صحبت میکنم خانم بریجای خیلی خوش گذشت آره خیلی خوب بود کجا؟ خوبه ساعت 6 منتظرم خداحافظ کی بود دختر؟ بهمن بودش اگه بدونی ماما چه پسر خوبیه من خیلی ازش خوشم اومده راستی؟ تو همین یه شبه اونو شناختی؟ آره تو هنوز مردا رو نمیشناسی نمیدونی چه دروغ و حق بازایی هستم
ببخشین آقای جمشید خانو که خواسته بودین اومدن. بیان جایی، پیدات نیست. سیگار؟ متشکرم. خب، بگو ببینم خبری شده؟ میخوام یه کاری برام چه بکنم. کاری؟ هر کاری باشه حاضرم. تو که میدونی من هیچ وقت حرف تو رو زمین ننداختم. ولی این یکی با اونای دیگه فرق داره. باشه، حالا بگو موضوع چیه؟ ببین جمشید، من و تو از بچگی با هم بزرگ شدیم و به اخلاق و روحیه هم کاملا واردیم. هر چی تا به حال خواستم بران با جون و دل انجام دادی. حالا هم میخوام کمکم کنی تا یه مزاحمی رو از سر راه فتانه وردارم. ولی تو میتونی از پلیس کمک بگیری؟ نه نه، این مزاحم رو باهاش کار دارم. یعنی چی؟ یعنی این که نمیخوام مستقیما اذیتش کنم. تو یکی از دوستای زن تو که بهش اطمینان داری معرفی کن تا به وسیله اون بتونم نقشم رو پیاده کنم و قال این جریان رو بکنم. این مزاحم کیه که اینقدر برات عزیزه؟ نپرسی بهتره. باشه، هر طوری تو برم. سلام، بیا بالا. سلام، حالا چطوری؟ خوبی؟ مرسی. شده آقا بعد از مدت هایی یاد ما کردی؟ گرفتار بودم چون تو. امروز عکس های گذشته رو نگاه می کردم یهو یاد تو افتادم. تو که خوب میدونی من همیشه دوست داشتم و دارم. ای دروغگو. نه جون تو، ببین سوسن جون، میخواستم ازت خواهش کنم یه کاری برام بکنی. میکنی؟ وا، تو چه کاری باشه؟ یه کار بی درد سر و پر منفعت. قول میدی؟ آره قول میدم. تو که میدونی من هنوزم دوست دارم و هر چی بگی انجام میدم. میخواد با من کاری داشتی؟ از اینکه مزاحم شدم منو میبخشین. بدون مقدمه میگم میخواستم کاری برای من انجام بدی. چه کاری؟ کاری که توش پول و پله حسابی باشه با جون و دل حاضرم براتون انجام بدم. از لحاظ پول نگران نباشین، هرچی بخواین میدم. عالیه. جمشید خانم از دست و دلبازی شما چیزایی بهم گفته. خب چی کار باید بکنم؟ ببینم آقای بهمن خان شمایی؟ بله، فرمایشی بود. من از طرف فتانه اومدم. فتانه؟ اون کجاست؟ تو خونه ای من. چون ساعت 6 با شما قرار داشت و نمیخواست مادرش بفهمه، من اومدم که شما رو ببرم پیش اون. خیلی خوب، سب کن الان بریم. حالا سب کن الان بریم. حالا فتانه کو الان دیگه پیداش میشه.
خدایا به خیر کن. تو هنوز اینجایی دختر؟ آره ماما. چه ساعتی قرار داشتی؟ ساعت 6. الان که ساعت نزدیک 7. بی خود انتظار نکش، من که بهت گفتم به ظاهرش نگاه نکن، جوون بی خودیه. اون نه ماما، تو اشتباه میکنی. من اونو بهتر از تو میشناسم. بیا بیا بریم یه فیلم خوبی نشون میدن، فکرشم نکن. خانم ماشین حاضره. خیلی خوب، بیا بریم. شیرینی لبای چونده
اومدی میخوام ببوسمت. خواهش میکنم منو ببوس. بغلم کن. خواهش میکنم. تو خیلی نازی، خیلی خوشتیپی. منو ببوس. بغلم کن. خواهش میکنم بغلم کن دیگه. جون من، منو ببوس. بغلم کن. آه بغلم کن. خواهش میکنم. منو ببوس. ببوس دیگه. بغلم کن. صب کن. صب کن. ای این ماشین لعنتی چشه؟ الان سینما دیر میشه. کجا؟ سب کن منم باید بیام. نرو. آرا گام شد. مثل اینکه بهمنه. بهمن ساکت باش. بیا دیگه بیا بریم. گم شد. خوش میگذره. گم باره. گم شد. نرم کن. بیا دیگه. گم شد. تاکسی. حالا فهمیدی نمیشه به مردا اعتماد کرد؟ گم خودت تو ایک میری. منو باش که آوردمش تو خونم. به تو هم میگن آدم. تاکسی. برو. بابا جنگ رو خراب کردی. چه خبره آخه؟ جهه؟ سلام علیکم. سلام. بمخون کجا؟ ببخشونه. میخوام فتانه رو ببینم. فتانه پر. کجا پر؟ اصفهان. اصفهان؟ اصفهان نصف جهان. چی؟ اصفهان؟ اصفهان نصف جهان مخش خرابه اون جبن. چرا فرستادیش بره؟ دلم خواست. دلت خواست؟ تو ترسیدی؟ نه، من نجاتش دادم. آه، حسودیت شد. من که بهت گفتم کسی رو که بخوام هیچ کس دیگه حق نداره اونو از من بگیره. فهمیدی؟ تو دیگه ازت گذشته. من ازت متنفرم. تو به من تعلق داری. دوست دارم به هم. دوست دارم. بلن من همه چه تو بهش میگم. چرا مثل دیگونه ها شدی؟ چرا فرستادیش بره؟ دلم خواست. دلت خواست. تو ترسیدی؟ نه، من نجاتش دادم. آه، حسودی چی؟ من که بهت گفتم کسی رو که بخوام هیچ کس دیگه حق نداره اونو از من بگیره. فهمیدی؟ تو دیگه ازت گذشته. من ازت متنفرم. برو گفشو. چی شده؟ موضوع چیه دختر؟ موضوع نشو آقا. چرا با من اینطوری میکنی؟ من این همه راه واسه خاطر تو اومدم. خیلی بی خود کردی. گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. چرا اینطوری میکنی دختر؟ بده اگه مزاحم بشی میدم بچه ها بزنن اتا. خیلی خوب بگو بچه هاتونم منو بزنن. ولی گوش کن ببین چی میگم. میخوام با دو کلمه حرف بزنم. لازم نکرده مسخری.
چرا خودتو ناراحت میکنی؟ تو اجازه بده من حرفمو بزنم. اگه دیدی چرم پرم میگم دیگه ما حالا میزنیم. خیلی خوب، بریم یه جا بشینیم. بزنم هی. آره هر بود خالشون دندونامو خورد کرد. راستی ماشین از کجا رسیده؟ مال یکی از رفقامه. چرا ابو تیاره خودتون هایی بردی؟ تو اینجا نمیکشید. راستی میخواستم یه چیزی ازت بپرسم. راستشو بگو، اون زنه کی بود؟ کدوم زنه؟ همون زنه که اون شب از خونش در اومدی. چی؟ تو از کجا فهمیدی؟ دیدم تو آقا. جونتو نمیشناختنش. ای دروغگو. راست میگم به خودت. میگفت دوست توه. دوست من؟ آره. من تو اون موقع اون زنو ندیده بودمش. آجه حالا فهمیدم. خوشحالم که اینجا پیش تو هم. هر طوری بود باید میریدمت. آخه میخواستم فراموشت کنم. میتونستی؟ این بیمیره میتونستی؟ نمیدونم، اصلا نمیدونم، شایدم نمیتونستم. از همون موقعی که خودمو شناختم همیشه تو تصمیم گرفتم دست پای خودمو گم میکردم، برای اینکه خودمو تنها حس میکردم، تنهای تنها. میدونی وقتی که مادرم منو به دنیا آورد خودش از دنیا رفت، من در پناه دیگرون بزرگ شدم و این اونا بودن که برای من تصمیم میگرفتن. اوه معذرت میخوام که سرتو درد آوردم. نه نه اتفاقا من خوشم میاد، بازم بگو. ساعت چنده؟ ای وای دیرم شد. خیلیم تو ما دارم خورم. خواهش میکنم منو برسون دانشگاه. یال زود باش عجله کن. چی برمیگرد؟ ساعت پنج. من سر پنج اینجام. باشه خداحافظ. خداحافظ. سره یه دیوونه. خانوم
خطن خانم. تو اینجا چی کار میکنی؟ خانم تو هتل شاه عباس منتظر شما، بفرمی. آخه من سوارشین تا بهتون بگم، کار خیلی لازمی دارم، زود برمیگردی. بفرم بفرم. این دیگه چی؟ آشنا متاسفم خانوم، دستور دادم خانوم. بهمن در این خونم همیشه اوی چی شد؟ باز این بشکه رفت و در خونه رو پیش نکرد. باشه به هم میرسیم. کجا؟ خانم قدغن کده، نمیتونم شما رو راه بدم، من اجازه ندارم. بر... چرا همچین میکنی؟ شلیل بمیری بچه. حال میدی ها؟ اگه حالت ندادم محمود چه؟ بگو فتانه کجاست، من میرم و زود بر میگردم. چندیه؟ تو اتاقشه، ولی زودتر از اینجا برو برو. ببین من پول نمیخواستم، همشه لازمه میشه بخشون وی جبرم خود. دیگه چی از جونی من میخوایی برم کنیم بابا؟ فتانه منم بهمن. بهمن توی؟ آره درو باز کن، کلیدش پیش من نیست، ماما قفلش کرده. از پشت در برو کنار. هرچی تلفن کردم کسی جوابم نداد. ماما تلفن رو قایم کردی، نمیدونم چرا اینطوری میکنی. بالاخره درست میشه، هر چقدر بابا مخالفت بکنه باز شکست میخوره. عزیزم طاقت داشته باش، مقاومت کن. خب حالا دیگه من باید کجا میری؟ خوب نیست بیان من اینجا بری. کی میتونم ببینمت؟ اگه تو نباشی من از دست اونا دق میکنم. ساعت 5 بیا تو پارک، من اونجا منتظرتم. من که نمیتونم از خونه خارج بشم. نمیدونم به هر کلکی شده، یه حقه بزن و بیا. خب سعی میکنم. قربونت. کجا باست بریم خانوم؟ هیچ جا، دلم میخواد یه خورده هوا بخورم. ولی خانوم دستور دادن شما رو تنها نذارم خانوم. ای من زندونیم، هر جا که دلم خواست میرم. متاسفم خانوم. خب حالا نمیشه دستور مامانه گوش نکنی؟ نه خیر، نمیشه خانوم. چطوری با هم دوست بشیم؟ عیزه ندارم خانوم. خیلی خوب همینجا نگردارم، در رو قفل کن بیا. کجا در رفتی خانوم؟ من مسئولیت دارم خانوم. خانوم بابت کردم خانوم.
کجا با این عجله؟ ترسیدم. اگه بدونی با چه حقوقی از دستشون فرار کردم. فرار کردی؟ آره، مامان راننده رو فرستاده که مراقب من باشه تا نتونم با تو تماس بگیرم. خنده داره، مسخره است. کجاست؟ بگیریم یکمی بزنیمش. حالا چی بگم خانوم؟ ناراحت نشو، مادرت چه بخواد چه نخواد نمیتونه باعث بشه که ما نتونیم همدیگه رو ببینیم. واقعا همدیگه رو دوست داریم، مگه اینطور نیست؟ چرا همینطوره، اما متاسفانه مامان همیشه همینطور یه دنده و لجباز بوده. هیچ وقت نشد پدر بیچارم یه چیزی بگه و اون درست انجام بده، هرچی خودش خواسته کرده. فرمین خانم جد، شربته برای اعصابتون لازمه. چه لاغت شده جاسوس. فاطمه سلام. بله ماما. بیا اینجا ببینم. زپش حسابانیه. چی ماما؟ دختره یه احمق بیشور. مگه بهت نگوشم با یه پسر دیوونه تماس نگیر؟ حالا دیگه برای منم کلک سوار میکنی و دروغ میگی دختره مزخرف. ماما خفه شو، تو نباید فراموش کنی که هنوز یه سال دیگه تحت سرپرستی منی. تو چته ماما؟ مگه من چیکار کردم؟ چرا بی خودی بهانه میگیری؟ خب من اونو دوستش دارم، اونم منو دوست داره. دوست داره؟ غلط کرده، زندگیشو داغون میکنم. حالا بهش نشون میدم دوست داشتن یعنی چی. برو گمشو ماما. خفشو احمق بیشور. ببینی بشکه خاموش. او کیشش میزنم، نابودش میکنم. تو امشب یه گوشمالی حسابی بهش میدی. چش خانوم. ولی نکوششا. اورنجشو بیش کن. شام خانم تشریف میبرن کجا؟ به تو مربوط نیست، میرم هرچی که دلم بخواد. دلت بخواد؟ توجه کنید، هرچند فضولیه، اما هرچی باشه باش مادرتونه، بزرگتره و شاید صلاح و مصلحت شما رو میخواد. یکمی فکر کن خوشگل خانم. فکرامو کرده، همون صلاح خودشو بیشتر از همه ما میخواد. شاید بهتر باشه یه چند روزی استراحت کنیم تا حالتون خوب بشه. تو هر خانواده ای از این بگو مگوها هست. چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ به حرف من دنیا دیده گوش کن خانم. خدا دیگه ماشاءالله برای خودت یه خانم شدی جون. بهتنش برای یک گوشه دنجی هوا بخوریم تا اعصابت آروم بشه. حالا بیا شام تو بخور که سرد نشه. خوش اومدی، صف آوردی. چیه؟ چی میخوای؟ میگم چی میخوای؟ تو بخشی آره؟
کاش میذاشتید داغونش میکردیم. چه خبره؟ نمیذارش به شبیه آدم خوابش رو بکنه، زندگیش رو بکنه. بابا بابا من خانمانده شما این چطه؟ مگه زنجیر پرکی؟ چرا همچین شده؟ آخه بابا تو این خونه چه خبره؟ چرا همه دیوونه شدن؟ برن در بیش کنم تا خودم دیوونه نشدن. چی؟ مگه دیوونه شدی بزار؟ میتونی اون از من بگیری؟ نمیتونی؟ هر کاریم دلت میخواد بکن، من نمیذارم. همه چی رو بهش میگم. من خودم بهش میگم، میگم تا نامادریشو بهتر بشنسه، فهمیدی؟ بهمن بی بهمن خبری؟ بیا دخترم، میخوام باهات صحبت کنم. چی شده؟ بیا بریم تو اتاق من که کسی مزاحممون نشه. بیا میخوام با حرف بزنم. چی شده ماما؟ بشین. قضیه چیه ماما؟ به من بگو. الان بهت میگم. ببین دخترم، بهمنو ولش کن. چی گفتی ماما؟ گفتم اونو ولش کن، به درد تو نمیخوره. چرا؟ برای اینکه من دوستش دارم، اونم منو دوست داره، بین ما همه چی حل شده. ولی ماما اینو همجای پسرتو میتونه باشه؟ ببینم، تو فکر میکنی از من دیگه گذشته؟ یعنی من دیگه پیر شدم و به درد هیچ کاری نمیخورم؟ آره؟ نه، نه دخترم، یه زن در هر سنی که باشه باز یه زنه. تو نباید از من ایراد بگیری که چرا عاشق یه جوونی شدم که میتونه جای پسرم باشه. میدونی چرا؟ برای اینکه تا این سنی که رسیدم عاشق نشده بودم و معنی عشق رو نمیدونستم. حتی وقتی که با پدرتم عروسی کردم هیچ وقت عاشقش نبودم. من تا به حال خودم رو اینطور جوون حس نکرده بودم. میفهمی چی میگم؟ نه نه، تو هنوز جوونی و حرفای منو نمیفهمی، درک نمی کنی. ولی مامان آخه، پس منو به من برگردون. خواهش میکنم دخترم، من اونو دوست دارم. بذار اون مال من بشه، تمام چیزایی رو که پدرت بهم بخشیده
حاضرم در مقابل اون بهت بدم. اونو برای من بذار. برو از زندگیش دور شو. آخه خواهش میکنم. آخه ماما، برای تو که مرد کم نیست. تو جوونی، خوشگلی، دیگه چی میخوای؟ خدایی، نمیتونی حتی فکرشم بکنی که برای زنی مثل من این عشق چقدر عزیزه، چقدر باشکوه. من صلاح تو رو میخوام. من نمیخوام اول جوونیت بدبخت بشی. به خدا هیچ که نیست، رفتن. کجا رفتم؟ به خدا راست میگم رفتن، به پیر راست میگم رفتن. ولم کن ما با جون من چی میخوای؟ دارم از سر شکته میکنم. رفتن ولم کن، رفتن شما. پیر زن بدجنس، کجا ایشون رفتن؟ عجب گرفتاری شدیم. تو رو خدا جون پدرت ولم کن. گفتم کجا ایشون رفتن. خیلی خوب خفه شدم. ولم کن، طرف های نوع شهرن. آیی پاپی من بفتید دیوانه، داشت منو میکشت. آی فشاره پاک خورد شده، عشق دیوونش کرده. آی تو سرت نگاش کن، ماشه نشه. دور مواظب دختره باش. اطاعت میکنم. چه دره بسته بوده در زدم.
تو؟ نباید فتونا را از من بگیره. اگه یه دفعه دیگه، فقط یه دفعه دیگه باعث جدای من اون بشه، میکشمش. به خدا میکشمش. با همین دستم خفش میکنم، خفش میکنم، خفش میکنم، خفش میکنم. باتانه
بیا بیرون، باهات کار دارم. فتانه بیا بیرون، اومدم باهات عروسی کنم. فتانه، فتانه، نه ترس، بیا بیرون. فتانه، اینجا کسی نیست؟ اینا کجا رفتن؟ هیچ کس اینجا نیست؟ چی میخوای آقا؟ اینا کجان؟ نیستن، دیشب برگشتن تهران. تهران؟ برای چی؟ برای این که امروز از جشن اخوندن دخترشونه. مارتی که یه احمق، دروغ بهتر از این نداشتی بگی؟ قسم میخورم آقا، به خدا دروغ نیست، دروغ نیست. از کجا فهمیدی؟ شوفر خانم میگفت. همون بشکه؟ خدا کنم بیرم دیوونه، هوای دریا مخشو نمک زده به سرش. مسابقت فوت بل طره چه چمن شب شی او باش که جود دیگه داریم از سر دختره راحت میشه. آره تفلکی اصلا به چه مربوطه؟ بوده شوخی کردم، این سلام مبارک بود. هلش بستر مخلص تیم چاکره تیم خیلی نوی کرمی بی تربیت اون هیکل گندهش مینجه به خیشش کنم. باز این بشکه بی خاصیت رفت در پیش نکرد،
اصلا دست به بند نداره، همش دست به زن داره، اونم تازه نمیتونه بزنه. محمود چی؟ چی بود؟ اینا کجام؟ سلام، نمیدونم، به خدا نمیدونم، این دفعه بگو با الا خفت میکنم. فارت بزن، اینا کجام؟ بلم کن تا بگم، خونه یه دوماده بابا همش اونجن، اونها های سوفره رفت اونجا، بری بهش میرسی. خیش، داشتم خطم چیده؟ محمود آقا بیا روزنامه رو بگیر. نه جرم، خود نیست، عشقه. نه داشت، موتورتو میاره، پشت خود تو جمع کن، منوره خانم فتان خانم. آیا وکیلم شما را به عقد ازدواج دائمی آقای جمشید فرزند آقا کمال در بیاوره؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ برای کاره؟ نه بهتر برای آخرین بار میپرسم، دوشیزه محترمه مکرمه منوره خانم فتان خانم، آیا وکیلم شما را به عقد ازدواج دائمی آقای جمشید فرزند آقا کمال در بیاورم؟ لطفا جواب بدهید. فتانه بگو بله، زود باش، آقا رو معطل نکن. فتانه دوستت دارم، به خدا دوستت دارم. فتانه دوستت دارم، دیوونه نشو، بیا دست نگه دار. بله حاضره. نمیشود خانو خودش باید مارو تهره نزد. فتانه نه نمیخوام، کجا هر باشو دختر بیا. فتانه بودو برو بگیرش. بکنه کجا؟ برو بریم. اگه من ری وایستا محکمشی وایستا تا عروسی تو ازا کنم. میخوای پلیس رو خبر کنم؟ نه بذار برن، اونا جوونن. من خیلی سعی کردم اما نشد. واه واه واه، دنیا رو نگاه، عروس رو با چی میبرن؟
خیلی هم کیف داره جون تو. کاش که من بودم، کاش که من به جای پسره بودم. باره بابا تو دیگه بخاری ازت بلند نمیشه. بانه که خوشگلم بای چی به جونش چه شد؟